شب بارون اومده اینجا پر گله. سلام دوستای عزیز، همراهای گرامی. یکی از دوستامون گفته بود که نگید همراهان. به ما که میگید همراهان یه جوری انگار دوریم ازتون. بگید دوستان، دوستای خودم، خواهرای عزیز خودم. خیلیاتون کامنت میذارید که ما دوست داشتیم خواهری مثل شما داشتیم، منم خواهرتون، هیچ فرقی نمیکنه. من اینا رو برم بذارم اونجا آبشون بره، بعد میخوام کلی باهاتون صحبت کنم. کجا ببرمتون که به هممون خوش بگذره؟ گیر کردم به شاخه. ببینید بارون اومده دیروز، اینجا آب جمع شده و گله. میخوام یه جایی هم باشه که آفتاب نباشه، با هم دیگه صحبت کنیم. بکنم اینجا خوبه. خب قرار شد که اینجا هم آفتاب میفته تو صورتم، باید برم یه جای دیگه تنظیم کنم. یه دونم از این مگس بزرگا اینجاست، خیلی ویز ویز میکنه. جامو عوض کنم برم اون بر. خب اینجا دیگه فکر میکنم خوبه. آره آفتابم نیست. میتونستم عینک بزنم و چون چشم من خیلی به آفتاب حساسه، ولی دیدم که اینطوری انگار چشم تو چشم بیشتر با هم صحبت میکنیم. اتفاقا روانشناسا میگن که
با عینک، کسی که با عینک با همدیگه صحبت میکنه انگار که یه مانعی جلوشه تا توی چشم همدیگه رو نگاه نکنیم، پی نمیبریم به اون احساسی که توی اون صحبت هست. حالا به خاطر همین گفتم که توی اونجا هم میشد ببرم تو، خیلی خوشگل تر بود، ولی آفتاب بود متاسفانه. ویدیویی که قبلا من گرفتم اینجا با تو صحبت کردم، خیلی هم به دل خودم نشست، هم اینطوری که معلوم بود از کامنت ها به دل شما نشست، چون که واقعا میگن حرفی که از دل بیاد به دل میشینه. بعد حرف شکرگزاری شده بود که خیلی از دوستان گفته بودن که به ما بگید که چه روشی داره، چطوریه، یا اینکه میگن معجزه میکنه چطوریه. ببینید من اصلا هیچ قصد خاصی و از این صحبت ها ندارم، واقعا میگم چیزیه که به خودم ثابت شده، واقعا دلیه که دارم باهاتون صحبت میکنم. اینکه حالا هر کیش و هر آیین و هر دین و مذهبی که داریم، اولا که توی هر دینی اومده که شکرگزار خداوند باشه، توی قرآن هم اومده که شکرگزار خداوند باشه. یه شعری هست که میگه شکر نعمت نعمتت افسون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. آره درست گفتم. این از ما از بچگی یادمونه که میگفتن خدا رو شکر کنید، خدای شکرت بعد از غذا. حالا اینو که شنیدیم گفتاریش خیلی فرق داره به نظر من، اینکه یه چیزی عادت کردیم بهش، فقط میگیم خدای شکره، نه به عمقش فکر میکنیم، نه اینکه فکر میکنیم برای چی داریم شکر میکنیم، یه چیزی شده روی زبونمون، مثل از دور مثلا همسایه رو میبینیم سلام علیکم حال شما خوبه، دیدید یه موقع سر تکون میدیم سلام خوبید فلان اینا. بعضی چیزا عادی که میشه اون ارزشش رو از دست میده. مثلا همین نماز خوندن خودمون، مسلمانان که نماز میخونن، خب نماز خیلی کمک میکنه به تقویت روح، کلن دیگه ازش نام بردن که حرکاتش یوگاه و اینجور حرفا. ولی خب به نظر من وقتی که اون شکرگزاری، اون صحبتهایی که میخواییم با خدا بکنیم و ما اگه از روی عادت بگیم، همطوری سرمون این برون بر رو بخونیم و تمام بشه بره، به نظر من اصلا اون نماز نیست، شکرگزاری هم نیست. اگر کسی که اعتقاد داره میخواد نماز بخونه، واقعا ما یه معلم داشتیم میگفت وقتی که نماز میخونید اولا که واقعا پاکیزه باشید و وایسید سر نماز و اینا، برید توی اتاق خلوت، اینایی که دارید میگید به معنیاش فکر کنید، آروم آروم دارید با خداوند صحبت میکنید. با این هستید یه جایی که پر از جمعیت، ببینید اون چی میگه، اون چی کار میکنه. خیلی هم حالا جوکاش اومده که مادرها مثلا دمپایی دستش داره نماز میخونه، هدف میگیره به بچه ها، خیلی در مورد این چیزا میگن و میخندن و اینا. ولی کلن حالا میگم من به هیچ دین و اینا کاری ندارم، یه چیزی نباشه که توهین بشه خدای نکرده به هیچ اعتقادی، ولی این شکرگزاری به زبون خودمون، حالا من زبونم فارسیه، اون اعتقاداتمون که کاری که باید به جا بیاریم برای دینمون جدا، که اونم باید تمامش با خلوص نیت باشه و واقعا باشه، که همینطور که میگم حواسمون این برانور نباشه، واقعا وقتی جلوی مخلوقمون وایستادیم، جلوی کم کسی وای نستادیم، بتونیم اونطور که باید ازش تشکر کنیم، اونطور که باید انرژی بگیریم ازش. این از این. در مورد شکرگزاری که پرسیده بودید، ببینید شکرگزاری یه موقع خیلی چالش برانگیزم هست. میدونید چه موقعی؟ موقعی که یه موقع شرایط نامناسبی داری، خب همیشه آدم خوب نیست تو زندگیش، که یه موقع اتفاق بعدی خدای نکرده میفته، یه موقع ناراحته، یه موقع دلگیره، این شرایط هم هست که اون موقع شکرگزاری یکم سخت تر میکنه، یا اینکه اگر عادت نداشته باشیم بهش یکم برامون سخت میشه. در صورتی که ما اگه بدونیم که داریم از خالق خودمون، کسی که تمام این خوبیا دیگه هر چی که خوبه در کنار ما بهمون داده و داریم با اون صحبت میکنیم که از همه چیز بالاتره و فقط اون میتونه آرامشو به ما بده. ببینید شکرگزاری نه وقت خاصی داره، نه تایم خاصی داره. شما خالصانه وقتی که میرید یه جای خلوت، یه جایی که خب میتونید تمرکز کنید، تمرکز میکنید با حالا لباس تمیز، قیافه جولیده نباشه، من نظرم اینه، انگار که خودمونم آرامش پیدا میکنیم وقتی که یه لباس خوبی تنمون باشه، لباس تمیز منظورمه،
اصلا عاری از هر گونه ناراحتی و دلواپسی باشیم. دیدید یه موقع ها میریم جلوی آینه، من که مثلا میخوام حالم خوب بشه رژ لب قرمز میزنم، خیلی خانوما اینطوریه، ولی حالا هر کسی هر طوری که هست، یکی موهاشو شونه میکنه آرامش داره، یکی اینکه رو سری سفید سر میکنه آرامش میگیره، هر کسی یه طوری، یا اینکه مثلا طلاهاشو میندازه آرامش میگیره، هر کی یه طوری. منظورم اینه که نه با قیافه جولیده پولیده و بی‌حوصله و ناراحت و اینا، اختصاص بدیم یه تایمیو برای شکرگزاری از مخلوقمون. من این کارو میکنم، یه دفتر میخرم. دفترمو چطوری میخرم؟ ببینید از اولش که میام قصد این کارو بکنم، میدونم همتون مثل منید، وقتی که میرید توی لوازم تحریر، فروشگاه لوازم تحریر، اصلا یاد زمانی میفتیم که مدرسه بودیم. بالاخره ما روزای خوبی رو داشتیم که بچه بودیم، فکرمون خالی بود و واسه خودمون فقط میرفتیم دفتر و قلم و اینا انتخاب میکردیم. اولا که برید تو همون حال و هوای بچگی، من اینطوری میشم روزی که میرم واسه دفتر شکرگزاری بخرم، نمیرم دیگه با روزی که سبزی میخرم و میوه میخرم و این کارا رو میکنم مثل قدیم تو صف شیر وایسیم و شوخی میکنم، ولی اختصاص بدید به این کار. از خونه بیاید بیرون، برید یه لوازم تحریری، یه دفتری که به دلتون میشینه، حالا هر دفتری که دوست دارید، یکی عکس ماه و خورشیده، یکی ستاره، یکی حالا هر چی، عروسکه، هر چیزی که به دلتون میشینه، یه دفتر خوشگل بگیرید با یه خودکاری که، حالا بازم میگم خودکاری که دوست دارید، اینقدر الان تنوع زیاد شده، یه خودکارم میگیریم. من خودم خیلی عادت دارم که خودکارم روون بنویسه، فکر میکنم خیلی خوشخط میشم اونجوری. یه خودکارم بردارید، اینو بذارید برای یه گوشه از قلبتون، یه گوشه از آرامشتون، اینو کنار. شما حالا یا صبح که بیدار میشید حال اینو دارید که واقعا با خدای خودتون خلوت کنید و شکر کنید از نعمتایی که بهتون داده، یه موقع میبینید شب کاراتون رو انجام دادید، بچه ها حالا اطرافیان خوابیدن، وقت مناسب خونه خلوته، دلت میخواد الان صحبت کنی، اینا همه دلیه. ولی خب اگر به روتین شما تبدیلش کنید، یه چیزی میشه که خیلی آرامش میده. خلاصه دیگه حالا نمیدونم چه جوری بهتون بگم، اگر روتین باشه، یه روزی که انجام ندادید میگید که وای شکرگزاریمو امروز انجام ندادم. بعد شما این دفتر رو بذارید، حالا میگم تایمش فرقی نداره، یه تایم خلوت که خودتونم آمادگیشو دارید، با آرامش میگن از خدا سپاسگزاری کنی که خداوند، حالا هر چیزی که توی نظرت میرسه، میتونید از 5 تا شروع کنید، میتونید از 2 تا شروع کنید که بعدم ببینید اصلا چقدر زیاد میشه. اولین چیزی که به نظرت امروز بهت آرامش داده، به خاطرش باید خدا رو شکر کنی و بنویس. مثلا خداوند، به خاطر چشمام که امروز سالمن، این همه نعمت تو رو میبینم، تونستم کارامو انجام بدم، از تو سپاسگزارم. اینو بنویسید. این نوشتنه شاید تو خاطرمون اینا باشه، خدای شکرت چشمم سالمه، دستم سالمه اینا، ولی نوشتنه انگار که تمرکزتون رو میبره بالا. یه قانونی هست، حالا اسمشو من یادم نیست، یه جایی خوندم، تو فکرم سپردم بیام به شما بگم قانونشو، اسمشو یادم رفت. یه قانونی هست بهش میگن که، تو این قانون میگه که شما اگر مشکلی براتون پیش اومد، اینو بنویسید، 50% حل میشه. اینقدر تعجب کردم وقتی خوندم، حالا هنوز من انجام ندادم و به نتیجهش نرسیدم، ولی نوشته بود قانون، این اسمش هم نوشته بود اینه که 50% مشکلتون رفع میشه وقتی بنویسید. این هم واسه شکرگزاری، هم وقتی شما مینویسید، این میاد به قلمتون، جلوی چشمتون مینویسید، اصلا یه جور دیگه‌ای توی شما تأثیر میذاره. با آرامش هر چیزی که واقعا براش امروز خوشحالید سپاسگزاری کنید. اینکه فرزندانم سالمن، خانوادم سالمن، عزیزانم نفس میکشن، مریضی ندارن که من ناراحت بشم. خلاصه نگم خیلی هم از کلمات اینطوری، الان من گفتم مریضی، کلماتی که خوب نیستم استفاده نکنید. کلمات خیلی انرژی دارن. مثلا قدیما میگفتن که خدا بد نده، میگن اینو نگید، این بد رو نگید، چون مغز تشخیص نمیده که الان شما دارید میگید بد نده، جذب میکنه اینو به طرف خودش، مغز خیلی قویه توی این موردا. مثلا بگید که خدا سلامتی بده، خدا قوت، یا اینکه اگر که کسی بیمار شده، آرزو میکنم که از این به بعد سلامت باشی. نگیم که آرزو میکنم بیماری سراغت نیاد. این کلمه های منفی هم میگن استفاده نکنیم. پس با زمانی که خودمون آرامش داریم، میتونیم تو خودمون میبینیم که در مقابل مخلوقمون میتونیم با آرامش صحبت کنیم،
همون حرفی که از دل میاد به دل میشینه، شکرگزاریمون رو مینویسیم در مورد هر چیزی که خودمون میدونیم مینویسیم. بعد خواسته هامون رو میتونیم بگیم. این دعا کردن که بعضیا میگن نه بابا به دعا کردن چیزی نیست، اصلا میگن این دعا کردن خیلی جاها اومده که اولا که آرامش روح خودمون باعث آرامش روح خودمون میشه، دوما که این دعا باعث میشه که اون چیزی که میخوایم ما جذب کنیم اگر خالصانه باشه، اگر به مصلحتمون باشه. همیشه بگیم خدایا تو بهتر از هر کسی مصلحت منو میدونی، خدایی نکرده توی شرایط بدم گیر افتادی، مشکلاتی هم که پیش میاد، اگر دیده باشید کسانی که خیلی ایمانشون قویه، با ایمان داریم، ایمان قوی هم داریم، خیلی ایمانشون قویه، حتی توی بدترین شرایط میگن خدای شکرت شاید این به مصلحت من بوده. اینا خیلی مهمه توی زندگی. بعد حالا چه تأثیرهایی داره؟ حالا روششو گفتم تایم خاصی و اینایی نداره، خودتون تو خودتون ببینید کی میتونید، ولی هر روز انجام بدید، روتینشو رعایت کنید. حتی خب همه جا هم میتونیم، این دفترمونو ببریم مسافرت میریم، خونه مامانمون میریم، حالا اگه بخوایم خونه مامانمون بمونیم مثل من اگه بخوایم بیایم که هیچی، اینو انجام بدیم. حالا وقتی که شما چند وقت انجام میدید اینا رو، من تأثیراتشو دیدم که دارم میگم، اولا که صبرتون میره بالا. میدونید وقتی که نگاه میکنید میبینید که مشکلاتتون اینقدر بزرگ نیست، اینقدر در کنار چیزایی که دارید کمه که صبرتون میره بالا. پس من این همه چیزو دارم، حالا در کنارش این مشکلو دارم، پس سعی میکنم که این مشکلم رفع کنم. پس خیلی کمک میکنه به اینکه صبر و حوصله‌مون رو ببره بالا، با مشکلات بتونیم اونطوری که باید کنار بیایم. بعد یه تأثیر دیگه‌ای که داره اینکه خواسته هامون رو بنویسیم، میگن که این خواستتون رو که مینویسید جذب میکنه اونو، اینطوری نه که با ناراحت خدایا اینو به من بده، اتفاقا میگن با آرامش خودتو تصور کن. حالا من مثال میزنم که یه خونه ای دلمون میخواد بخریم، توی اون خونه خودتو تصور کن، بابتش هم خدا رو شکر کن. هنوز نداری یا، ولی وقتی مینویسی که خدایا ممنون که خونه ای که دلم میخواست به من دادی، ممنون که این خونه ای حالا مثلا حیات دارو به من دادی، اینا باعث میشه که اینو جذب کنه کائنات، اینو به همون برگردونه. بعد یه فایده دیگه شکرگزاری اینه که استرس رو خیلی کم میکنه، آرامش میده به همون. استرس هم که کم باشه، یعنی استرس نداشته باشیم کلا توی زندگی، خیلی چیزها رو میتونیم در مقابلش بگیریم. دوستی داریم، دوست همراهمون خانم سهیلا که با من در تماس هستن تلگرام، خیلی خانومی هستن که با آرامش صحبت میکنن، حرفای خوبی میزنن، واقعا علم این چیزا رو دارن. ایشون میگفتن که این آلزایمری که میگن میاد سراغ بعضیا و ارثیه و مثلا از پدر و مادرتون به ارث میبره جلوگیری کنه، میگفت اصلا این چیزا نیست. مثلا همین آلزایمر میگفت از استرس میاد، از ناراحتی های توی زندگی میاد، که وقتی ناراحت میشیم استرس میگیریم، استراب میاد سراغمون، اینا باعث میشه که بعدن دچار آلزایمر و هزار تا بیماری دیگه بشیم. که میگفتن که حرف قشنگی میزنن، میگفتن که همیشه اعتقاد داشته باشید که راننده اصلی خداونده، خودش میدونه کجا ببره، ما مسافراشیم. پس اگر ما این همین شکرگزاری باعث میشه اطمینان کنیم به خداوند که خدایا از تمام قلبمون، نه اینکه میگم حرفی نباشه، اطمینان کنیم که خدایا تو صلاح منو بهتر میدونی، به قول اون خانم شما راننده ای و ما دیگه به اطمینان شما داریم مسیر زندگی رو میریم. اینا میدونه چقدر تأثیر داره، مخصوصا ما که زن خونه هستیم، مادر هستیم. حالا نمیگم برای همه خوبه، ولی حالا من خود نوعیمو در نظر میگیرم، بیشتر دوستایی که توی کانالن مثل خودم، خب حالا خانم خونه هستن، مادر هستن، مثل خودم زن هستن، به خاطر همین اینطوری میگم. این باعث میشه که افراد دیگه توی خانواده هم باعث امنیت بشه براشون. چون چرا؟ مثلا من مادر استرس بگیرم، استراب داشته باشم، سر مسائل بی خودی، بعد این استراب رو انتقال میدم. اینکه آرامش بگیریم، ما با این شکرگزاری دعوت میکنیم توی خونمون اون آرامش رو، اون آرامش انتقال پیدا میکنه به بچه هامون، به هر کسی که در کنارمونه، پدر مادرمون. این آرامشه باور میکنید کم کم تأثیر میذاره روی بقیه اعضای خانواده. من خیلی ها رو میشناسم
که اصلا گفتن یعنی چی؟ مگه میشه؟ مگه همچین چیزی هست که ما آرامش طلب کنیم و هیچ مشکلی پیش نیاد؟ مشکل که توی زندگی هست، این که دیگه هیچی، یه چیزی هست که نمیتونیم ما از زندگیش جدا کنیم، از زندگیمون جدا کنیم، ولی باید یاد بگیریم مقابله کردن باهاشو، با همون آرامشه، با همون صبره، با همون اطمینان به خدا ما میتونیم این مشکلات هم رفع کنیم، از سر راهمون برداریم. این شکرگزاری قبل از خوابم، این که حالا شاید بخواید بذارید قبل از خواب، بخواید بذارید صبح، حالا میگم تایمی نداره، ولی قبل از خوابم که شکرگزاری داشته باشیم، همین لفظی هم بگیم خدای شکرت برای نعمتایی که بهم دادی، واقعا از ته قلبمون بگیم قبل از خواب، بعد که چشممون رو می‌بندیم به چیزای بد اصلا فکر نکنیم، به اینکه حالا چرا چه اتفاقی افتاد، فردا چه اتفاقی میفته، حقوقم کم میاد، نمیدونم مهمون دارم چیکار کنم، کلا استرابایی که سراغ ما آدمو میاد، اینا رو فکر نکنیم. فکرای بد قبل از خواب خیلی تاثیر میذاره، میگه یعنی همونطور که ما میخوابیم اینا همینطور توی روح و روانمون هست، فکر بدا، فکرای بد. مثلا من یه مدت یادم رفته دوباره، خیلی خوب بود، یه مدت وقتی که میخواستم بخوابم صدای بارون میذاشتم، هست دانلود کنید همش هست، یا صدای دریا یا صدای پرنده ها، خیلی صداهای قشنگ هست که قبل از خواب اگر اونو بذاریم و بعد خودمونو توی اون فضا تصور کنیم، اینقدر هم خواب راحتی داریم، هم فرداش حالمون بهتره، انگار که تو کل شب ما توی یه چنین جایی بودیم، اصلا صبح که پا میشیم انگار پاکسازی شدیم. اینم امتحان کنید، خیلی خیلی برای آرامش خوبه. ببینید الان ما خودمونیم دیگه، غریبه که تومون نیست، چند سال با همیم، ولی میدونیم که زندگی ها الان استرس زیاد داره، قدیم الایام آرامششون بیشتر، حالا به هزار و یک دلیل، نمیخوام دیگه دلیل ها رو باز کنم، استرابا الان خیلی بیشتر شده، مشکلات زندگی بیشتر شده، اینا همه درست، ما نمیتونیم با همش مقابله کنیم. من نوعی نمیتونم مثلا با گرونی، با بیماری، با این چیزا مقابله کنم، پس چیکار کنم؟ از اون طرف بیام خودم رو قوی کنم، از اون طرف بیام آرامش رو بیارم توی قلب خودم که بتونم حداقل با اینا کنار بیام. حالا فکر کنید استرس های بیرونی هست، برای خودمونم فکر و خیال بسازیم، فکر و خیال های بی خودی. دیدید که یه موقع آدم فکر و خیال های بی خودی میکنه، فلان روز چی میشه، حالا آینده بچم چی میشه، حالا اینطوری، حالا اونطوری، اینا رو هم بیایم دور و بر خودمون بچینیم، چی از آب در میاییم ما؟ افسرده، نگران، کلافه. در مورد آرامش اینم که خیلی از کارا هم بهمون آرامش میده، مثلا همین که صدای موتور چه بلند بود، مثلا همین که ما بیایم به دیگران کمک کنیم، نه با منت، نه با تکبر، خالصانه به یه بنده خدا هر طوری که حالا هست کمک کنیم، همون شکرگزاری میشه، از همون، یعنی بابت همون باید این خدای شکرت که به من این سعادت رو دادی، این موقعیت رو دادی که بتونم مهربونی کنم، بتونم ببخشم، یه بنده یو شاد کنم، اینم شکرگزاریه، واقعا اینم یه نوع شکرگزاریه. این که همین تهمت نزدن ها، همین غیبت نکردن، حالا غیبت ها از قدیم شنیدیم، همه هم میگن غیبت نکنیم، تهمت نزنیم، به معنای واقعیش توجه نمی کنیم. یه موقع تو جمع قرار میگیریم، بالاخره یه حرف زده میشه، ما هم یه چیزی میگیم و اینا همه دور میکنه آدمو از آرامش. حسادت، این که چرا فلانی اینو داره من ندارم، یه موقع میاد سراغمون، میگن همیشه بالاتر از خودتونه که نگاه میکنید، سعی کنید که شما هم برید بالا بهش برسید، نه اینکه حالا این که بگید که نه ما دوست نداریم و اینا، سعی کنید بهش برسید، پایین تر از خودتونو میبینید، شکر کنید خداونده که توی این درجه هستید. این هم همیشه گفتم. خلاصه که من با زبون خودم اومدم براتون بگم، نه حالا کتابیشو خواستم بگم، اونی که خودم این چند وقت درک کردم، چون من خودم چند سال پیش یه آدمی بودم که خیلی یه موقع ناراحت می‌شدم، مشکلات مثلا خیلی از پادرم میوورد، میگفتم بابا ما شانس نداریم، خیلی من گفتم ما شانس نداریم، ما بین خودمون باشیم. سانوز از وقتی که دیگه عقل رسید شد و دیگه چیز شد، بزرگتر شد، میگفت نگو ما شانس نداریم، خوب نیست، این حرف خوب نیست، که دیگه عادت کردم، یاد گرفتم که نگم این حرفو، که میگن میکشید به طرف خودتون.
بعد نگین چند وقت پیش ها یه کتاب خونده بود، اومد گفتش که مامان این که میگن شانس وجود نداره درست میگن. مثلا میگیم با یه فامیلای مثلا داریم هممون، میگم خودمونی دارم میگم، حالا اطرافیان دوستان چه شانسی دارن، یعنی خانوادگی اینا شانس دارن اینطوری هم اونطوری هم. نگی میگفت همچین چیزهایی که میگیم به شانس نیست، به اون تفکر اون افراده. ببینید مثلا یه فامیل تقریبا مثل هم فکر میکنن، دیدید تقریبا تهشون رو بگیرید مثل هم فکر میکنن. مثلا فامیل من وقتی که خیلی خصوصیات فرق داره، ولی جمع که میبندین دخترموم آخرش یه ذره مثل من فکر میکنه، زنموم همینطور، یه ذره کسایی که دور و بر هم هستیم فکرامون میشه مثل هم تقریبا، خصلت همون و اینا. ولی کلا میگفت مثلا میگیم این طایفه چقدر شانس دارن. این شانس نیست، اون فکرشونه که توی ذهنشون برای خودشون خواستن ساختن این زندگی خوبو. یه دوستی ما داشتیم میگفتش که من خیلی شانسم خوبه، من خیلی اتفاقای خوب برام میفته، واقعا هم همینطوری بود و مدام هم میگفت. انقدر برادرم خوش شانسه، حالا اون میگفت شانس، ولی نگین وقتی که علمشو خونده اون میگفت شانس که وجود نداره، فقط این که ذهنمون هرچی این آرامشه رو بیاره طرف خودش، هرچی به کائنات بگه که چیزای خوبو بخواد، اون به خودش انتقال میده که من خوشبختم، مثلا شوهر من خوبه، زن من خوبه، من پول دارم، پول به سمت من میاد، ثروتمندم. اینا حرفا و فکرایی که دارن همه اونا هم میکشن سمت خودشون. ولی هرچی بگید بابا ما که شانس نداریم، بابا اینقدر که ما بدبختیم، اینطوری میشه اونطوری میشه، اینا میگن بدتر دور میکنه شما رو از حالا هر چیز خوبی که توی زندگی هست. اینا هم خیلی مهمه. بعد درباره یه چیز دیگه هم خواستم باهاتون صحبت کنم، الان تو اتاق یادم بوده، یادم رفت که بهتون بگم. خیلی این چیزا رو که دارم میگم برام ثابت شده. آهان، چند سالیه که من اصلا این حرفو نمیزنم، خدا رو شکر خودم فکر میکنم که خیلی چیزای خوب جایگزین شده به جای اون مشکلاتی که داشتم، خیلی تغییر پیدا کرده، فکر میکنم خودم تفکرمو عوض کردم. همین شکرگزاری که میگم خیلی تاثیر داشته توی زندگی من. حالا حتما انجام بدید اینی که میگم. چند سال پیش من یه خواسته ای رو نوشتم، به همین شکل نوشتم، هر روز نوشتم و نوشتم که بابتش هم خدا رو شکر کردم. باور میکنید وقتی که چند وقت پیشا رفتم سر دفترهای قبلم نگاه کردم، دیدم اونو گرفتم، اون خواستم و الان دارم، که اصلا یه موقع باور میکنید از ذهنم دور میشد، ولی دور نمیکردم. اون خواستم و من گرفتم، اونم همش به خاطر اینه که این خواستم و با شکر خداوند ازش گرفتم با آرامش. بعد توی کتاب چهار اثر نوشته بود که با نالی و مثلا این زاری و اینا هم چیزی از خداوند نخواهید. یه آقایی بوده، حالا تو کتاب هست میتونید برید بخونید، یه آقایی بوده که وضع مالی خوبی نداشته، از جلوی یه خونه رد میشده، اونجا اون مثلا محل خونه های خیلی بزرگ و خوبی داشته، میگفته که خدایا نمیشه من، خدایا میشه به من یه نظیم، نه بذار جملهشو درست بگم، میگفته که با ناله و ناراحتی میگفته که خدایا میشه من توی همچین خونه های زندگی کنم، یعنی میشه اینجوری میگفته و میرفته. میگفتن بعد از چند سال اون آقا همون خونهی که حسرتشو میخورده و اینجوری با ناله و ناراحتی میگفته زندگی میکرده توش، ولی سرای داره اونجا شده بوده. ببینید چقدر عمقشو ببینید، چون با ناراحتی و ناله گفته بوده اونجا زندگی میکرده اونجا، ولی واسه خودش نبوده. برای همین میگن که با روی گشاده، با انرژی خواسته هاتونو بگید، از خداوند بخواید که انشالله مطمئنم بهش میرسید. همتون میایید برام مینویسید که میخوام کامنتاتونو جمع کنم بعد از این معجزه های شکرگزاری. میدونم کامنت میذارید، اینا رو همه رو جمع میکنم یه جا توی یه برنامه همه رو. حالا اگر اتفاقاتی براتون افتاد که نوشتید و دیدید اتفاق افتاد برام حتما بنویسید، حالا دوست دارید اسمتونم بگید که میخوام توی مجموعه کامل برنامه اسم همتون رو بیارم که به چه، حالا اسمم نیاوردم هیچی، به خواسته هاتون رسیدید، این خواسته رو نوشتید بعد از یه زمانی بهش رسیدید که بقیه هم تشویق بشن. اینایی که گفتم همه باعث آرامش خودمون میشه، استراب و استرس رو از خودمون دور میکنه، اینجوری سیستم ایمنی بدنمون هم میره بالا وقتی که
ناراحت نباشیم، استراب نداشته باشیم. دیدید اعصاب رو همه چی تاثیر میذاره. من که کمر درد دارم مثلا، یه موقع حالا سنگینی هم بلند نکرده باشم، بخوام اعصابم خورد شده باشه، کمرم دوباره درد میگیره. خیلی اعصاب و این ناراحتی ها تاثیر داره رو کل بدنمون. بعد اینکه هرچی ما غور بزنیم، نیمه خالی لیوان رو ببینیم، هرچی کمبودای زندگیمون رو ببینیم، افسرده و افسرده تر میشیم. کمک نمیکنه که اینا حل بشه، که به کنار از اون بر انتقال میدیم به خانوادهمون. خودمون فکرهای پریشون و ناراحت داریم که روز به روزم این فکرها بیشتر میشه. میگن هرچی سن که میره بالا، اخلاقایی که حالا زیاد خوب نیست پر رنگ تر میشه، اینم هست. این غر زدن ها، این ناراحتی ها زیاد میشه، بعد از زندگی هم لذت نمیبریم. حالا توی این مسیر ما از زندگیمون چه لذت ببریم چه نبریم، میگذره زندگیه. خب چرا؟ وقتی که این همه نعمت خداوند بهمون داده، وقتی این همه اتفاقای خوب در کناره، حالا مشکلات داده، ما چرا اونا رو نبینیم؟ یه صحبتی بود که میگفتن که، یه جمله‌ای بود میگفتن که منتظر مقصد نباش، از مسیر هم لذت ببر. اینه که ما همش بگیم که خب من الان هیچ کاری نمیکنم تا خونه بخرم، الان هیچ کاری نمیکنم تا ماشین بخرم، حالا تا اینجوری شه، تا اونجوری شه که یه موقع اصلا وقتی که لذت نمیبریم از این مسیر و اینا، به اون موقع هم، به اونجا هم برسیم دیگه واسمون هیچ خوبی و هیچ خوشحالی نداره به نظر من. بعد تجربیاتی که این چند سال خودم به دست آوردم و بازتابش رو دیدم و همه رو براتون گفتم. مولانا میگه که هیچ ترتیب و آدابی مجو، هر چه میخواهد دل تنگت بگو. این خیلی قشنگه، این که وقتی که پیش مخلوقت میشینی با آرامش، هر چی دل تنگت میخواد بگو. بگو قبل شکرگزاری کن، بعد شکرگزاری کن، هی بریم قور قور قور، خدای چرا اینو ندادی، این کارو نکردی، این کارو نکردی. خدا که خیلی بزرگه، ولی میگه پس اونایی که دادمو چرا نمیبینی؟ چرا قدردان اونایی که کنارت هستن و نیستی که من حالا دوباره بهت بدم؟ پس بیایم از این به بعد، حالا بین فیلمای دیگه‌ای که من میگیرم، آشپزی و بیرون رفتن و اینا، چند وقت یه بار با هم دیگه این صحبت ها رو داشته باشیم. کامنت های شما رو من میگیرم، میگم، مینویسم، چون یادم میره مینویسم. سعی میکنم که هر دو هفته یه بار تمام این تجربیات رو جمع کنم، با هم دیگه دوباره در موردش صحبت کنیم که تأثیر بذاره رومون دیگه، یه ذره همدیگه رو تشویق کنیم که بریم سمت آرامش و بریم از مسیر لذت ببریم. این صحبت هایی که کردم واقعا دلی بود، امیدوارم به دلتون بشینه. فکر میکنم خیلی صحبت کردم، ولی دلم میخواست که اینقدر باهاتون صحبت کنم دیگه. حالا اگه باز زیاد بود برام بنویسید. اینجا هم چون جای خیلی قشنگی بود، آوردمتون اینجا که میخوایم حرفای خوب بزنیم توی یه محیط خوب باشه. امروز هم هوا اینجا خیلی خوب شده، دو روز پشت سر هم بارون اومد، ولی خب الان هوا صاف و آفتابی و اصلا سرما نیست و ما رفتیم زیر میوه و اینا خریدیم و دیگه یه چند روز دیگه هم اینجا باشیم با مامان اینا، که من بابتش خدا رو شکر میکنم که همچین جایی هست، میتونیم با مامان اینا دوره هم جمع بشیم، اوقات بیشتری رو در کنار هم داشته باشیم. اینکه شکرگزاری میکنم که دوستای خوبی مثل شما دارم، خواهرای خوبی مثل شما دارم که میتونم باهاتون صحبت کنم، ازتون خیلی چیزا یاد گرفتم. مرسی که هستید، بازم میگم مرسی که هستید، همتون رو دوست دارم. تا برنامه دیگه به خدای بزرگ میسپارمتون. شکرگزاری یادتون نره. خدا نگهدار. من برم این چند تا بلنگی که صاف خونمون گفته بچینید، این چند تا رو برای ما گذاشتم. چقدرم سفته اونا دیگر. وای یه بوی داره، اونا دیگر دستم نمیرسه. وای چه سخته. نه نمیشه، باید بابا رو بفرستم بیاد بقیهشو بچینه، خیلی بوی خوبی داره. خدایا شکرت بابت نعمت‌های بیکرانت.